در باره واقعی از کس سوالی نبکه آخوندها در چه تنگنایی قرار گرفته اند که این حمله را اجتناب ناپذیر یافتند. دیکتاتوری خامنه ای با نارضایتی گسترده اجتماعی مواجه است. گسستگی در رأس رژیم حالا به کشمکش میان خامنه ای و احمدی نژاد تبدیل شده است. در علاوه آنها از پیامدهای قیام‌های منطقه عمیقاً نگران هستند. آخوندهای حاکم از جنبندی قیام 25 بهمن گذشته به ابعاد اثرگذاری مجاهدین در این قیام‌ها پی بردند و به دنبال آن خامنه‌ای حمله به اشرف به قصد انهدام آن را در دستور کار رژیم قرار داد. از طرف دیگر جبهه روبه گسترش مخالفت با برچسب تروریستی علیه مجاهدین در ایالات متحده سرمایه گذاری های 15 ساله رژیم آخوندی را بر روی لیست تروریستی به خطر انداخته و اون رو بسیار نگران کرده و این موقعیت آنها را بر سر یک دوراهی قرار داد. یا سکوت و پذیرش پیشتگیهای بیشتر مقاومت و متلاشی شدن جبهه داخلی رژیم و یا حمله به اشرف، یعنی حمله به کانون مقاومت سازمان یافته ایران به نیت نابودی آنها. رژیم با این حمله و کاردار سیاسی یا نظامی یا تروریستی مشابه آن میخواهد تنها راه حل واقعی و مؤثر و دموکراتیک برای آینده ایران را از بین ببرد تا شاید به این وسیله بتواند بقای خود را تضمین کند. وقتی که این حمله واقع شد، دولت عراق برای کتمان دست نشاندگی خود آن را به اعمال حاکمیت ملی توصیف و یا توجیه کرد. اعمال حاکمیت ملی از نظر آنها یعنی کشدار افراد بیدفاع، زجر کش کردن زخمی ها، قطع ارتباط وکلا، خبرنگاران، خانواده ها و حتی دیدار هیئت‌های پارلمانی از سراسر دنیا و همچنین نقض کلیه قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی. اما بالاترین مقام‌های رژیم ایران بی‌پرده و به دفعات این کشدار را ستودند و از عاملین آنها سپاسگزاری کردند.